So, Avalin, first cryptocurrency fund approved in Switzerland. اولین فاند کریپتو توی سوئیسرلند قبول شده. اولین این اولین کریپتو اکسچنج 10 تا کریپتو نگاه میکنه، بزرگترین 10 تا رو همش داره و این اولین کریپتو فاند تو کل سوئیسرلنده. اوکی، اگه هر کسی دیگه بگه من فاند دارم تو سوئیسرلند دزدیه. اوکی، چون این اولیش اینجا هستش و اولیش اینه که با فینما اپروف شده، با دولت داره کار میکنه و دولتش قبول کرد. هر کسی که گفت من فاند دارم تو سوئیسرلند براتون ترید میکنم دزده، فرار کنین. چون میدونم دو سه نفر هستن که قلابی هستن، اما این اولین فانده که تو سوئیسرلند اپروف شده. مینیمم ریکوایرمنتش چه؟ 1 میلیون دلار باید بذارین توش که قبولت کنن. اوکی، سو یا این اولین فانده که از فینما اپروف شده، اسمش هم 6 سوئیس اکسچنج. اوکی، سو خیلی خوشحال شدم که اولین فاند اپروف شد تو سوئیسرلند. تقریبا آدمای مولتی میلیونرای سوئیسرلند دیگه میتونن توی یه فاند با دولت وصل بشن. اوکی، 16 دقیقه پیش Bitcoin price reclaims 42,000 as infrastructure bill vote monthly close loom for Bitcoin. So in 42, ببین این infrastructure bill، بذار دامنش صحبت بکنم. ببین infrastructure bill فرداست، خب اوکی، و این infrastructure bill بالا پایین داره میکنه، چون میدونیم که by the rumor sell the news as in چرت. اوکی، اما یه چیزی در مورد دولت امریکا بگم. ببین گورنمنت امریکا خودش نصف نصف شده. اوکی، بذار بگم هرچی. ببین یه روزی فدرال رزرو مده بیرون و گفته میخوان از نوامبر تیپرینگ شروع کنن، و از اون دیدیم که یک هفته پیش گفته ما دیگه دیفلیشنری میکنیم، دیگه پول چاپ نمی کنیم، و از اون فردا دیشب اعلام کرد او نه، بعد پول دوباره چاپ بکنیم. میدونی یک هفته پیش گفتن دیگه پول چاپ نمیکنن، دیشب گفتن پول دوباره چاپ میکنیم. بعد اون یک ماه پیش گفتن اوه اینفلیشن داره میشه، بعد اون دیشب هم دوباره لورینگ بان ییلز کردن. اوکی، این بولد ییلا رو آوردن پایین و دیگه ببین اگه اینفلیشن بس بعد بون ییلا برن بالا، نه برات بیان پایین. ببین خود دولت امریکا خودش هم نمیدونه چیکار میکنه. یه صبح بلند میشه میگه دیفلیشن، یه صبح بلند میشه با پول چاپ بکنی. در اون جنت یلن هم دیشب اومد گفته اگر شما پول چاپ نکنیم امریکا از 16 اکتبر بی پول میشه، شرکت ها باید همشون برشکست باشه. کدوم شرکت ها باید برشکست بشه؟ ولی یه دونه اگزامپل بهتون میدم. AT&T بزرگترین پرووایدر امریکا، AT&T که دیدین که با وارنر برادرز هم خرید. پس وارنر برادرز برشکست میشه، که همون فیلم های سوپرمن دی سی میبینی، به اضافه AT&T. اوکی، سو این اولیش، این اولین شرکته که میره از بین میره. سو این میکس مسیج ها که دارن به مارکت میگن، نه همینه که بیت کوین هنوز نریفته، چون خود بیت کوین نفهمه بعد چیکار کنه. یه روز داریم میگین اینفلیشن، یه روز میگه دیفلیشن، خود ریتیلر نمیدونن بعد چیکار کنن، خود گورنمنت هم خاطی کردن. So nobody knows what the hell's going on تا این infrastructure bill فردا درست بشه، یا آنکل بایدن با ما بگه فردا صبح من میخوام یه بیل درست بکنم که فردا پول چاپ بکنه. اینا رو میدونیم که 100%ی هن. اما اینکه یه هفته پیش میگن ما پول دیگه چاپ نمی کنم، ما دیگه امروز پول چاپ میکنیم، خودشون هم نمیدونن چیکار میکنن، گیجه. This is what happens when یه مچ پیرمرد پیرزن دنیا رو داره میگیره، نمیفهمه دیگه چیکار کنه. That's exactly what happens. Anyways، بریم برای کوینگکو. این دوتا خبر ها بودن. بریم الان برای کوینگکو و ببینی تو این 24 ساعت ها کیا پامپ کردن و کیا ضرر کردن. DYDX 26% پامپ کرد، از 16 دلار رسید به 25. OKB 15%. بایننس کوین 9%. اولمپیس 8. آرویف 6. پنکیک سواب 5. پنکیک سواب چون داره پامپ میشه، چون یه NFT پلتفرم دارن میسازن. ONG 5. نیر 3.5. اف کورس کوین های دیگه هم هستن مثل اکسی اینفینیتی، ICP و والانچ هم هست. خب کیا ضرر کردن تو این 24 ساعته؟
بیتکوین کش ABC 8%، XTC 6%، آیوتا 3%، یونی سواب 3%، ای کش 3%، کوانت 3% و کوین های دیگه هم یک درصد 2%. حالا به 7 روزه نگاه میکنین بیشتراشون حالا یه شورت ترم ریکاوریشون رو زدن. اوکی، حالا بریم برای آنچین دیتای امروز که میبینیم امروز 3570 تا بیتکوین امروز فروش رفت. اوکی، جالبه چون امروز چون فروش رفت امروز هم پامپ شد، اما میتونیم بگی چون بایننس خودش رو مینتیننس برد پامپ شدش. حالا it's a conspiracy theory الان، اما میدیم 31000 تا ایتریوم از صرافی خارج شدن، 152000 تا یونی سواب، 152000 تا لینک خالی شده، نزدیک 250000 تا ماتیک خالی شده. باز اون CRV از همه کوینای دیگه بیشتر از صرافی امروز خارج شده، نزدیک 9 میلیون دلار از صرافی خارج شده، 4 میلیون CRV رفت توی حساب دیگه. God knows what the hell's going on برای CRV. از بیت کوین و همه کوین های دیگه بیشتر خالی کردن. Okay. I don't even know what the hell's going on برای CRV. اما یه چیز خیلی گنده براش داره میشه. دومش هم خبر داریم که از دیشب، خبر چیه؟ خبر نفتره. نفتر، من بالا 1 ماه پیش داشتم میگفتم که نفتر میخواد جیک پال رو بیاره. دیشب هم که دیدیم جیک پال اناونس کرده که من پارتنرشیپ کردم با نفتر. چجوری امیرلی میدونست 1 ماه پیش این جیک پال میاد؟ چون گفتم اگه شما ریسرچتون رو بکنین دنبال کارمنداهاش باشین، بعد بشناسی که این کارمندا با کیا دوستن، دوستای نزدیکشون کیا. دیدیم که یکیشون جیک پاله، 2-3 تا دیگه هم دارن که خفنه. Big celebrities, big triple A celebrities هم دارن میان، more دارن میان، بیشتر دارن میان. Okay, so hopefully Friday جیک پال که داره میاد تو اینستاگرامش و تویتر یا یوتیوبش اینا اعلام بکنه و hopefully یه هیستوری بزنیم برای NFT مارکت پلیس ها. میتونیم در بالای 10 میلیون دلار NFT شو بفروشیم آره یا نه؟ Let's hopefully and see. Okay, اینم برای نفتر گل ما. حالا بریم برای چارت های امروز. So چارت امروز دیشب تو یوتیوب گفتم که تقریبا تو این خط میتونه سپورت پیدا کنه. یه کاری که میتونه بکنه که میتونه بگه او پامپ اند دامپ، من میام پایین فیک اوت بکنم، دوره میکشه خودش رو توی این سیمتریک تریانگل که that's exactly what happened. گفتیم تو این خط اینجا سپورت پیدا میکنه، باز اون بر میگرده که میگه او لوک ات می، من سپورت پیدا کردم، دوباره منم تو این رنج. اما باز دوره میگم این this is not really یه چارت قبولی، برای چی قبولش ندارم این چارت ها رو، برای چی یه ذره سخت دیدنه که میخوای بری طرف بالا یا پایین، چون اگه خود دولت هم نمیدونه کدوم طرف داره میره و خودش داره میسازه این قانونا رو. بیت کوین هم که دیشب دامپ کرده بود چون میگفتن پول دیگه نمیخوان چاپ کنن، حالا فردا صبحش رسیدن که میخوان پول چاپ کنن دوباره. اما دو کار میتونیم بکنیم. مکدی تو روزانه declining volume میبینی که چندین بار میخواستش پامپ بشه به روزانه اما نتونست یه دونه سبس کندل هیستوگرامی بزنه برام، نتونست و همش داره میگه listen I need to pump، نمیذاره. اما باز دوباره میبینی که توی روزانه این خط ریزیستنس هنوز هست که دوباره اگه خودشو بکشه بالا شاید تو 65 RSI دوباره بیفته. Okay. استاک آرسان که تقریبا یه بولیش دایورجنس داره، به روزانه دارم نگاه میکنم، اینم دایورجنسش که تقریبا داره کم کم میره بالا. اما باز دوره میگم حتی مگه اینجا هم ببنده، بگین امروز همین بالای 42300 تا ببنده میتونه 44000 تا رو بزنه دوباره. اما باز دوره میگم اگه 44000 تا رو نشکونه و بره بالا، هنوز ما زیر پیوت هستیم، پس هنوز we can't even say که 50000 تا رو برسیم تا 44000 تا یه روزانه یا یه 6 ساعته یا یه 12 ساعته بالای این ببنده، چون خیلی مهمه این resistance line همینجا همیشه خیلی خیلی important، چون بزرگترین resistance ها و بزرگترین support
که دیدیم که موقعی که افتاد سپورت دیگه پیدا نکرد ازش، همجوری پلوپ افتاد. اوکی حالا بریم برای ایتریوم. اوکی ایتریوم بذار مهمه چون خیلی خبرهای خوب دارم میشنم برای ایتریوم و حالا داره الان تو این رنج اینجام داره بازی میکنه. حالا تو این رنج که هست بازار مثل میتونی مثل بیت کوین بگی او اینم یه مثل سیمتریکال تریانگل هست، یه چیزی مثل اینجوری که اگه یه روزانه دوباره بزنه میرسه به 3049 تا دوباره از اینجا رنج میزنه. اوکی سو باز دوباره ایتریوم رنجینگ جاست لایک بیت کوین، زیاد خبری نیست. حالا یه کاری که میتونیم بکنیم استاک آر اس آی شو نگاه کنیم که میبینیم حتی هم که ریزیستنس لاینش هم شکونده، یه دیگه ریزیستنس لاین داریم برای بلند مدتش که تقریبا این تو 62 هست و توی استاک آر اس آی اش یه ریزیستنس لاین هم اونجا داره. اوکی تقریبا یس بیشتر کنسولیدیشن میخوان بیشتر کوین مثل بیت کوین و ایتریوم، اما بدون هر چقدر بیشتر کنسولیدیت بکنه، ببین شما دارین اندازه قیمتی میبینید، پشتبانیش اینه که باید نگاه کنین که آن چین متریکس ها چه خبرن که میبینین که خریدار هنوز هست. حالا برای ایتریوم دیدیم که نزدیک های چقدر بود 30,000 تا 30,000 31,000 تا ایتریوم از صرافی خارج شدن که دومش هم میدونین که ایتریوم دیفلیشنری هست، اگه معامله بکنی باهاش، اگر بری یونی سواپ یا بری یه NFT بخری، اون هزینه گس فیت برن میشه و دیگه تولید دیگه نمیشه. نه همینه یه جاهاش اکیومیلیشن پیریود خوبه چون فرصت میده که آدم ها خریداشون رو بزنن تو بیفور که این که پامپ بشه. اوکی یه ضرب بلند مدتی، حالا بلند مدت میگیم تقریبا یکی دو ماهه، it's not that long. حالا یک ماهش گذشت، شاید آخرین 10 روزشه 5 روزشه. حالا بریم برای ایدا. ایدا توی صرافی کوین بیس تو روزانه دیدیم که ایدا is following any other coin. اوکی اما جالبه ایدا، ببین برای چی میگم جالبه. well ما میتونیم دو اولش یه descending triangle ازش بسازیم. اوکی اما تو این descending triangle also میتونی از اینجا یه کانال هم بکشی. اوکی پس ما هم میدونیم کف بازارش 1.91، حالا با این تر میتونه بیاد چرا که نه، اما ما همیشه دیدیم که توی اینجا که بذار من پیدا کنم، حالا توی این صرافی نمیشه، میشه همینجا، همینجا ایدا بود اگه یادتون نره، تقریبا تو می بود، ما تو می رسیم $2.51. حالا ایدا باز اون ریخت و تو این رنج اینجا توی دیسندینگ تریانگل بازی میکرد. یادتون نره که یکی دو ماه اینجا بودیم و خودتون هم همیشه میگوید من خسته شدم ایدا دیگه تکون نمیخوره، همینجوری گیر کرده. بعض اون دیدیم که همیشه همین پترن رو میسازه. حالا در موجه یوتیوب ویدیو داریم که دقیقا میریم که برچه همیشه این پترن رو میسازه، همیشه یه دیسندینگ تریانگل میسازه، همیشه تو این دیسندینگ تریانگلاش تقریبا یک ماه و نیم توشه، یک ماه و نیم نزدیکای میرسه تا دو ماه، اما بیشتر دو ماه هیچ وقت نیست و باز دوباره داریم میرسیم به آخراش. تقریبا اگه بره تا آخراش که میبینی همیشه تا آخراش میره، میگیم تا هفتم اکتبر این دوباره میره به بالا. اوکی تقریبا اوکی سو اگین بازار میگم همه این کوین‌ها دارن کنسولیدیت میکنن، حالا با این خبر خوبی که مده که دارن دوباره پول چاپ میکنن is good news. اما اگه دوباره فردا قاطی بکنن و فردا بگن او ما دیگه پول لگت نمیخوام چاپ کنیم، اشتباه ریاضیمون رو کردیم، هنوز پول داریم برای یک ماه دیگه، از این یه جاهاش میتونه بگیم منیپولیشنه، چون خودشون اونا که دارن میخوان معرفی کنن که دارن چیکار میکنن، از پیش اوردی مارکتاشونو اینسایدر تریدینگ کردن که میدونن چه اتفاقی میشه، مثل نانسی پولوسی که سالی 1000% داره میگیره. چجوری یه زن پیرزن 86 ساله سالی 1000% داره میگیره تو استاکس و خودش هم داره اعلام میگه، میگه اینسایدر تریدینگ اما غیرقانونی نیست. So yeah, just be prepared برای بیشتر consolidation. حتی مگه یه خبر بعدم بیاد باز رو میگم که ما همه سپورت هامون رو داریم که ما میدونیم کجاها میتونه برسه. اولین سپورت 1.90 باز رو میگم اگه 1.90 هم شکون 1.70 رو میبینه، خیلی راحت میبینه. اگه 1.71 خورم نمیرم، my buy target is 1.70. هیچ وقت هم نرسید but that is my own target. Okay. حالا دو کار دیگه هم میتونیم بکنیم در موجب
ایدا که تو روزانه ریزیستنس لاین هنوز داره و امروز تو RSIش اگر روزانش رو اینجا ببنده این RSI اینجا ریزیستنس RSI اینجاش هم میشکونه و تقریبا میره به 60 تا. حالا چون دو تا ریزیستنس ها یکی اینجاست یک کم دیگه این پایینه که داره تقریبا داره میشکونه. اوکی سو به این دو جا حالا میریم تو یوتیوب و بچه‌ها رأی‌گیری کردن. آقای سعید که مودریتور اینجا هست 6 تا لایک گرفته بر معنا، اما آقای احد شهرودی 8 لایک گرفته برای نفت. بعد نفت رو نشون بدیم چی شده به چارتاش که بهتر اینجا که میریم پوکوینه که میبینیم نفت الان نزدیکای 9 سنت داره میشه 8 سنت و 7 حالا همین الان زد بهش. یه کاری که دارم بهتون نشونم دیشب هم گفتم اگر W بزنه از اینجا تقریبا تارگتش 14 سنته 14 سنتش هم بشکونه میتونه بره تا 20 سنت. حالا این 20 سنت اینجا از این 20 سنت هم بزنه دیگه هیچی دیگه نیست میره تا تقریبا به تارگت های 40 سنتی all time هایش. اما دیگه یه چیزی بهتون بگم از پیش اگه خریدین اون 5 سنت 4 سنت 6 سنت که اون موقع بود که حداقل 3 هفته اون پایینا بود دیگه فرصت خرید نیست، especially چون این که اگه همه چیزاشو نگاه کنی ایندیکیتور روزانه همش نگاه میکنم. اوکی به روزانه باز اون یه چیز دیگه میگیریم RSI معمولی هم میگیریم به الان فرصتش نیست اما به روزانه وقت هنوز هست. اما حالا بریم تو 12 ساعته او 12 ساعتش خوب شده من دیشب دیدم ها به 4 ساعته به 4 ساعته شاید اصلاح بکنه چون تقریبا RSI اش داره میگه اورسولدی استاک RSI هم داره میگه اورسولدی یه کاری که باید بکنیم موظف باشین که تو این لحظه نخرین. حالا شاید فردا جای مناسبی باشه چون اگه 4 ساعت ریسیت بشه اوکیه، اما الان جای مناسب خرید نیست چون هم پر هایپ توشه. اوکی یه ذره صبر بکنید، اما به روزانه هنوز رشد داره به بالا رفتن اسپیشل چون دومین کندل هیستوگرام روزانش زد و RSI اش هم بالای 50 هست تقریبا 55. There's more gains to come. More gains to come. برای especially برای این که دیدین که موقعی که هیستوگرامش ثبت شد 500% بهتون داد. ما دیگه نمیگیم 500%، میگیم 250% که تقریبا همون 45 سنت میرسه. Okay. So let's just wait and see. Anyways, اینم شد برای امروز guys. God bless you all. برای